در قسمت پیشین کتاب بیان حقیقت برای مردم ایران و ثبت در تاریخ نوشته مهندس نصرالله اسماعیل زاده که شرح بخشی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران و ضربه ساواک در شهریور سال 50 است رو مرور کردیم. در اون قسمت علت نوشتن این کتاب توسط آقای اسماعیل زاده توضیح داده شد و سپس وارد متن کتاب شدیم و اینکه چگونه سازمان مجاهدین در اول شهریور سال 50 ضربه خورد و بعد اینکه چگونه بنیانگذار کبیر مجاهدین محمد حنیف نژاد در موج اول ضربه دستگیر نشد. اکنون توجهتون رو به ادامه برنامه جلب میکنم. روز فکر میکنم اول دوم ماه رمضان بود، 28 مهر سال 50، صبح زود در سلولای ما رو تو اوین باز کردن. بروبیای خیلی زیاد بود، جست و خیز خیلی زیادی میکردن شکنجهگرا، معلوم بود که خبری شده. لحظاتی بعد ما توی راهرو بازجویی بودیم، برکس سرشو بلند میکرد از روی صندلی، یکی میخوابوندن پس کلش. من از زیر نگاه کردم، دیدم که چند تا آمبولانس آمد و از توش چند نفر رو تناب پیچ بیرون آوردن. اولیش محمد حنیف بود. خیلی صحنه عجیبی بود. یک طرف این ساواکی‌ها که جست و خیز می‌کردن، اصلا روپای خودشون بند نبودن، یکی کف می‌زد، یکی می‌گفت تمام شد، یکی پا می‌کوبید، سم می‌کوبید و می‌گفت که تمامشون کردیم. بعد در اتاق سربازجو همه ما رو جمع کردن، جمع کامل بود، تقریبا همون مرکزیت یا جمع مرکزی که حدود دو ماه قبلش آخرین نشست رو داشتیم. همه از اون مرکزیت قبل از 50 دستگیر بودند. هدف سردشخیم این بود که قدرت نمایی رو به اوج برسونه. اتاقی بود که ما دور تا دورش نشسته بودیم و سربازجو آمد روی میز، دستاشو زد به سینه‌اش، روی میز نشست، ما روی صندلی بودیم و گفت خب دیگه چیزی نموند. اون موقع هنوز رضا رضایی شهید هم فرار نکرده بود. توی اون اتاق البته اون نبود، یعنی مشغول همون طرح و نقشه و برنامه خودش بود، بنابراین اون رو نیاورده بودن، ولی بقیه همه بودن. اگر سردشخیم در بین ما نبود، انگار که نشسته مرکزیت پیشینه و من دیدم که بی اختیار اشکهای محمد سرازیر شد. بعد از این قدرت نمایی که ما میخواست بگه که همه چی تموم شد و خطونشون کشید، دیگه جدامون کردن و شکنجه های اون شروع شد. یکی دو شب قبلش نمیدونم با چه حساب کتابی من خواب دیدم که این محمد آقا دستگیر و شهید شد. خیلی برام تکون دهنده بود و حسابی
جزم در آمد و همچنین اشکم، چون که خب معلوم بود که دیگه کی بود. روز اولی بود که محمد آقا دستگیر شده بود، آش و لاش، شکنجه، پاورم کرده، صورت باد کرده. من اون چهره‌ای که سربازجوی ما بود از فرصت استفاده کرد، همه مرکزیت رو توی اتاق جمع کرد، بعد شروع کرد به رجزخونی که دیدی تموم شد. دو ماه پیش کجا بودین شما؟ تو خونه گلشن کجا بودین؟ دور هم الان کجا هستین؟ پیش من. این داشت خطاب به محمد آقا میگفت و مرکزیتم گوش میکردم. خیلی اولدر مدر میکرد. یک مرتبه قدر مسعود بهش میگه مگه نمیبینی پای ورم کرده رو؟ خب اقلا برو یه تشت آب بیار من این پای ورم کردن رو ماساژ بدم. اینم نمیتونست دیگه بگه نه با اون وضعیتی که داشت. آقا این سواکیه رو، سربازجو رو، اونم در روز اول دستگیری، اونم دستگیری محمد آقا که نباید به هیچ اطلاعی داده میشد، این بازجو رو از اتاق بیرون کرد. و بعد همون مناسبات بسیار عالی، واقعا تو اون لحظه تمام اطلاعاتی رو که باید به محمد آقا میگفتن، روز اول دستگیریش بود دیگه، تمام اطلاعاتی رو باید بهش میگفتن بهش گفتن. چی گفتن؟ چی لو رفته؟ چی نرفته؟ خب این خبردهی و این کاری که برادر مسعود کرد که واقعا میز این سربازجو رو چپ کرد و اونم اتاق بیرون کرد، که چیزی بود که هیچ وقت از یادم نمیره. برگردیم به کتاب بیان حقیقت برای مردم ایران و ثبت در تاریخ. در قسمت اول بعد از مرور ضربه ساواک در شهریور 1350 رسیدیم به اقدامات بعدی سازمان و تلاش مجاهدین برای از دور خارج کردن یکی از دکل‌های برق فشار قوی که روشنایی چراغونی‌های جشن‌های 2500 ساله شاه رو تضمین می‌کرد، و بعد هم ضربه‌ای که تیم عملیاتی مجاهدین در اون عملیات خورد. و حالا ادامه ماجرا. ما در شب حادثه هیچ خبری از دستگیری افراد این تیم نداشتیم. من طبق قرار قبلی ساعت 7 صبح 24 مهر به نون سین که در تیم عملیاتی بود و خانهش تلفن داشت زنگ زدم تا خبر سلامتی بگیرم و متعاقباً با او دیدار کنم و توضیحاتش در رابطه با اجرای عملیات را بگیرم و به محمد آقا و شهید بدیزادگان اطلاع بدهم. با جملات رمزی که برای خبر سلامتی داشتیم خواستم از سلامتیش مطلع شوم. او وضعیت خودش را عادی اعلام کرد و در پاسخ به سوالهای من سلامتی خودش را تایید کرد و گفت همدیگر را می‌بینیم. از قبل محل قرار برای من مشخص بود و احتیاج به یادآوری نداشت. من به خیابان بلوار سر قرار رفتم. پس از بررسی مسیر قرار متوجه شدم که علاوه بر حضور نیروهای امنیتی و پلیس، حدود 20 نفر به طور ویژه‌ای در محدوده قرار ما آرایش دارند. سریعاً مسیری برای خروج از محاصره در فکرم گذراندم و آن را به اجرا درآوردم. روز بعد از فرار از سر قرار در خیابان بلوار، یکی از مدیر کلهای شرکت مخابرات برای بررسی یک پروژه مرا به جلسه کمیسیون فنی دعوت کرد. ما در شرکت مخابرات هر چند یک بار کمیسیون فنی داشتیم. این هم به ظاهر یکی از این کمیسیون ها بود. من به اتاق او وارد شدم. فرد دیگری در اتاقش نشسته بود. هر دو بلند شدند، سلام کردند. مدیر کل نام برده فرد ناشناس را به عنوان یک مهندس تحصیل کرده ی آمریکا و دوست خودش که برای استخدام آمده معرفی کرد. پس از چند دقیقه فرد ناشناس خداحافظی کرد
و از اتاق خارج شد و ما به کار کمیسیون ادامه دادیم. تا آنجا که به خاطر دارم بعداً فهمیدم که این فرد منوچهری از قندی از سربازجوهای جنایتکار ساواک و مسئول پرونده مجاهدین بود. پس از بیرون آمدن از آن جلسه وقتی با خودروی اداره همراه با راننده به ساختمان دیگر مخابرات می رفتم متوجه شدم که خودرویی مرا تا محل بعدی کارم تعقیب می کرد. همان روز طبق قراری که داشتیم شهید رسول مشکینفام به من زنگ زد. به او گفتم که جلسه یک کاری دارم. تلاش کردم به او بفهمانم که باید دور همه امکانات کاری من خط کشیده شود و من اداره را با عنوان مرخصی ترک و دیگر به اداره بر نگردم، یعنی کاملا مخفی شوم. واضح است که من حرفها را با اختصار تمام و در کد می گفتم و واقعا نمی دانستم که او چقدر متوجه می شود، چون روز بعد با اصرار تمام برای اطلاع از چند و چون قضایا به من زنگ زد و قرار خیابانی را که برای موارد فوق‌العاده و اورژانس داشتیم در کد یادآوری کرد تا من به آنجا بروم. تلقی من در آن زمانی بود که شاید سازمان می‌خواهد از دور و از اطراف محل قرار وضعیت مرا چک کند که آیا در تور و تحت تعقیب هستم یا خیر. من هم با اتکا به تجربه‌های اطلاعاتی که داشتم و توانایی‌های ضد تعقیب خود می‌گفتم در این زمان کوتاه تا مخفی شدن با ضد تعقیب می‌توانم خطر را دور کنم. این قرار یک چک اولیه داشت. به این ترتیب که هر کدام از ما محوطه قرار را از دور دست چک می‌کرد تا مطمئن شویم که در تور نباشیم. پس از بررسی و تشخیص این که وضعیت سبز است، با قرار گرفتن در ورودی یک محل سبز بودن خودمان را اعلام می کردیم. شروع قرار در خیابان خیام بود. من به عنوان پوشش برای کاری به دادگستری می رفتم و پس از یک گردش از در جنوبی که قبلا مشخص کرده بودیم بیرون می آمدم. رسول پس از یک گشت در پارک شهر از در جنوبی پارک به سمت خیابان خیام می آمد، به طوری که وقتی به خیابان خیام می رسید و به سمت چهار راه گلوبندک می رفت، من از دور آمدن رسول به سمت خیابان خیام و سپس از پشت سر او را تا یک میوه فروشی در چهار راه گلوبندک در زیر دید داشتم. اگر سبز بودم و تشخیص می دادم رسول هم سبز است، از طرف ورودی پاچنار به بازار وارد می شدم. به عبارت دیگر باید هم من و هم رسول جداگانه و به صورت دوبل به سبز بودن مطمئن می شدیم تا در یک سمت با هم برویم و دیدار کنیم. در غیر این صورت هر یک به راه خود ادامه می دادیم و به سمت هم نمی رفتیم. در حالت دوم قرار تضمینی دیگری برای روز بعد در مکان دیگری داشتیم و البته مکالمه کوتاه تلفنی با من هم وجود داشت. پس از طی مسیر و اطمینان از سبز بودن خودم و رسول، من وارد بازار شدم. رسول هم متعاقباً وارد بازار شد و از کوچه پس کوچه های آن محل به عباس آباد در انتهای بازار فرش فروش ها و پارچه فروش ها که پارچه را کیلویی می فروختند ادامه دادیم. از آنجا به تیمچه حاجب الدوله که ورودی و خروجی های متعدد داشت وارد شدیم. پس از مبادله موارد مهمی که مربوط به ارتباطات بود و نقل و انتقال مدارکی که قرار بود از کانال مطمئن غیر پستی به خارج منتقل شود، از آنجا خارج و از همان بازار به مسجد شاه رفتیم، وضو گرفته و وارد شبستان شدیم. من مورد مشکوک آن مهندسی را که در کمیسیون فنی با من آشنا شده بود و همچنین تعقیب خودروی اداریم پس از آن دیدار را با رسول در میان گذاشتم و گفتم دیگر نمیتوان به امنیت نشست‌ها با شرکت من اعتماد کرد. هرچه هم ضد تعقیب بزنیم ریسک بسیار بزرگی خواهد بود. پیشنهادم این بود که سازمان دیگر از امکانات کاری من استفاده نکند و دور آنها را خط بکشیم. علاوه بر این چند روز دیدار نداشته باشیم و سپس من یک هفته مرخصی بگیرم
و بعد از آن دیگر به سر کار نروم و مخفی شوم. رسول هم قرار شد با ضد تعقیب ها و زیرکی که در این زمینه داشت، در صورتی که از سبز بودن خودش مطمئن شود، به سر قرار محمد آقا برود و موضوع را با او در میان بگذارد و ظرف دو روز به من زنگ بزند و نتیجه را بگوید. خاطر نشان می کنم که تا عصر روز قبل از دستگیری من، ساواک نتوانسته بود ردی از پایگاه محمد آقا به دست آورد، زیرا این محل بعد از موج دستگیری های اول شهریور به بعد مورد استفاده محمد آقا و رسول و محمد حیاتی قرار گرفته بود و مطلقاً هیچ یک از دستگیر شدگان تا آن زمان، حتی شهید سعید محسن هم از آن اطلاعی نداشت و نمی توانست اطلاعی داشته باشد چون جدید بود. روز قبل از دستگیری شهید گرانقدر رسول مشکین فام، عضو مرکزیت سازمان، به همان شماره امن زنگ زد و گفت به سر قرار از قبل مشخص شده در کوچه لاله بروم. طبق معمول از مسیرهایی با چند خروجی و ضد تعقیب دقیق از دو منطقه عبور کردم. او هم با روش مشابه خودش را به محل قرار رساند. ما از مسیرهایی که قبلا می شناختیم و به دقت مورد بررسی قرار داده بودیم با هم عبور کردیم و مطالب خودمان را مبادله کردیم. هنگام عبور از مسیرهایمان هیچ کدام نشانه ای از تعقیب و مراقبت ندیدیم. با این حال اصلا مطمئن نبودیم که شرایط سبز باشد. پس از مبادله اطلاعات و کارهایی که باید انجام شود، در آخر خیابان گوته که به دروازه دولاب منتهی می شد از هم جدا شدیم. رسول گفت ممکن است لازم شود شب به خانه ما بیاید. از آنجایی که من هنوز زندگی علنی داشتم و به نقاط ثابتی مانند خانه و اداره رفت و آمد داشتم، وقتی ساواک نمی توانست تعقیب و مراقبت ما را برای رسیدن به ردهای جدید ادامه بدهد، کار را مجدداً از نقاط ثابت شناخته شده شروع می کرد. در هر حال تأکید کنم تا روز قبل از دستگیری رسول شناسایی نشده بود. یک شب که مرا به شکنجهگاه اوین بردند، سربازجو فرنژاد گفت ما مجبور بودیم که آنقدر انرژی بگذاریم تا بتوانیم به خانه‌ای مخفی برسیم و پس از آن بلا فاصله وارد عمل شویم. اما در آن روز قبل از دستگیری، وقتی من از رسول جدا شدم، برای اطمینان از اینکه در تور نیستم، هنگام مراجعه به خانه برای خرید به محل‌های دورتر رفتم. پس از ورود به خانه از طریق مادر خورشید مطلع شدم که خانه ما در باغ شریفی تحت نظر است. مادر متوجه شده بود که از خانه روبرو افرادی به حیاط خانه ما نگاه می‌کردند و خانه را زیر نظر داشتند. مادر همچنین متوجه شده بود که سر کوچه افرادی پرسه می زدند که اهل محل نبودند. البته وقتی من آمدم، ساواکی ها کاملا خود را مخفی کرده بودند و متوجه مورد مشکوکی نشدم. من جز تردد افراد ساکن خانه مقابل، تردد هیچ فرد غریبه ای را در اتاقها و ایوان طبقه دوم که مشرف به خانه ما بود ندیدم. سر کوچه هم هیچ فرد غریبه ای نبود. اما مادر به دیده‌های خودش مطمئن و مصر بود. من موضوع را جدی گرفتم و اعضای خانواده را فرستادم تا به عنوان خرید نان و غیره در حوالی خانه مواظب باشند تا اگر رسول را دیدند به طریق او را مطلع کنند که به سمت خانه نیاید. اما در سه نوبت که رفتند موفق نشدند و هر بار با اجناس خریده شده به خانه برگشتند. سپس در اوائل شب بود که رسول به خانه آمد. اگرچه ظاهراً محدوده خانه سبز بود، اما با توجه به موارد قبلی و آنچه که مادر دیده بود، پس از تبادل نظر به این نتیجه رسیدیم که شهید مشکین فام هم با رعایت بیشتر به پایگاه محمد آقا برگردد و من هم خانه را ترک کنم و برای ردگم کردن برای دو روز به خانه یکی از فامیل ها بروم و از آن به بعد کاملا مخفی شوم.
ولی در عمل اینطور نشد. فردای همان شب ساواک عملیات شکار و دستگیری خود را شروع کرد. ماموران و بازجویان از شب قبل به خانه روبرو آمده و در آنجا مستقر شده بودند و از آنجا خانه ما را زیر نظر گرفته بودند و نیازی هم به ترددهای اضافی و افراد غریبه که ما متوجه شویم نداشتند. از طرف دیگر رسول با توجه به آنچه که مادر گفته بود و تعقیبی که من پس از کمیسیون فنی داشتم، دیگر پس از ورود به خانه ما، همان محل ثابت علنی دیگر در تور افتاده و تحت تعقیب بود. رسول در آن شب پس از خروج از خانه ما راه طولانی تر و پیچیده ای را برای رفتن به محل سکونت و ضد تعقیب های چند مسیر انتخاب می کند و نهایتاً پس از عبور از چند کوچه و خیابان وارد محوطه ای می شود که یک طرف آن زمین بزرگ منطقه دولاب بود. در آن منطقه متوجه می شود که دو نفر با فاصله در همان محدوده با او حرکت می کنند. رسول به آنها مشکوک می شود. پس از طی مسافتی به عنوان اینکه بند کفشش را محکم ببندد، می نشیند و زیر چشمی حرکت آنها را دنبال می کند. مامورین ساواک پس از نشستن رسول شک می کنند که شاید سوژه فهمیده باشد که تحت تعقیب است. یکی از آنان که پاکت میوه‌ای در دست داشته به یکی از کوچه‌های مقابل بیابان می‌رود و نفر دیگر که راه گریزی نداشته بلافاصله در آن فضای کم نور می‌نشیند تا نشان دهد که گویا دنبال محل مناسبی برای دستشویی است. رسول با احتیاط کمی دیگر در مسیرش پیش می‌رود. پس از لحظاتی مجدداً با نگاه‌های زیر چشمی نفر نشسته را دنبال می‌کند و می‌بیند که همچنان در محل خودش نشسته و به کار خود مشغول است و بعد هم به سمت دیگری می‌رود. رسول پس از این ضد تعقیب به حرکت به جانب پایگاه ادامه می‌دهد و با چند بار ضد تعقیب زدن وارد می‌شود. ساواک هم که دریافته بود آن دو مأمور برای رسول لو رفتند، آنها را از دور خارج و با بیسیم مأموران و تیم‌های دیگری را به حلقه وسیع‌تر محاصره وارد می‌کند تا مأموران دیگری که در آن محدوده در تعقیب شرکت داشتند رد رسول را بگیرند و این چنین به خانه مجاهد شهید عطاالله حاج محمودیان می‌رسند. جزئیات مربوط به تعقیب شهید رسول مشکین فام برگرفته از توضیحات خود اوست که علاوه بر من بسیاری دیگر هم شنیدند. سربازجو منوچهری نیز بارها با غرور و شادی کردن فوق‌العاده و با بزرگ نمایی شگردها و شاهکارهای ساواک در همین باره صحبت یا اشاره می کرد. او می خواست توانایی‌های ساواک را با گستردگی نیروهایی که برای تعقیب و مراقبت گذاشته بودند به رخ ما بکشد و نشان دهد که گویا یک کار غیر ممکنی را ممکن و عملی کردند تا محمد آقا را به چنگ بیاورند. البته چندین مورد دیگر هم دیدیم که ساواکی ها از انرژی فوق‌العاده‌ای که برای تعقیب رسول گذاشته بودند خشمگین بودند و ناسزا می گفتند و فحش می دادند. پس از بیرون رفتن شهید مشکین فام از خانه ما، طبق تصمیمی که گرفته بودم باید از خانه به مکان دیگری می رفتم. البته آن شب مادر در خانه باغ شریفی ماند تا ساواک آن خانه را تخلیه شده فرض نکند. من شبانه جاسازی های قبلی را آب بندی کردم. همچنین مدارکی که بیرون بود را در جاسازی قرار دادم تا هنگام خروج از خانه ملات اضافی نداشته باشم. ساواک پس از بازرسی کامل خانه به هیچ یک از جاسازی ها نرسید. چندی بعد از دستگیریم مدارک اطلاعاتی و یک نسخه از لیست بزرگ چند متری اطلاعات مربوط به ساواک و لیست اطلاعات افراد آن که حاصل کار گروه اطلاعات به مسئولیت شهید محمود عسکری زاده بود به دست سازمان رسانده شد.
من آن شب به خانه برادرم در یکی از فرعی‌های خیابان 27 متری خاتم منتهی به پادگان نیروی هوایی رفتم. برای اینکه رد گم کنم با تاکسی به محل نرفتم، بلکه طوری مسیر را انتخاب کردم که از دو اتوبوس استفاده کنم و هنگام پیاده شدن و تعویض اتوبوس از محل‌های شلوغ عبور کنم. اگرچه مستقیم به آنجا نرفتم و در راه باید دو اتوبوس عوض می‌کردم، در این حال چون خانه‌ام در باغ شریفی تحت کنترل بود، ساواک توانسته بود با افزایش تیم‌های تعقیب و مراقبت مرا با موتور، خودرو و پیاده تعقیب کند و به 27 متری خاتم و سپس به خانه مربوط به برادرم برسد. البته آن موقع من این را نفهمیدم و در بازجویی ها متوجه شدم. ساواک برای آن که من شک نکنم حتی در مرحله اول شماره خانه را نفهمیده بود، چون تعقیب را از سر 27 متری خاتم قطع و ادامه کار را به گروه یا تیم هایی سپردند که در انتهای خیابان در پادگان آموزشی نیروی هوایی که هواپیمای بی موتور کایت را هم از آنجا بلند می کردن مستقر بودند. این گروه به یکی از تیم‌های آن می فهمد که من وارد یک کوچه 6 متری شدم که منازلش در ضلع جنوبی با پادگان هم مرز است، اما نمی دانستند که به کدام خانه رفتم. از این رو برای اینکه بدانند من به کدام خانه رفتم، با صرف وقت خانه های جنوبی کوچه را که دیوار حیاتشان به حریم پادگان منتهی می شده یک به یک چک نموده و سرانجام می فهمند که من در کدام خانه هستم. ساواک در آن شب 3 خانه را در 3 نقطه جداگانه با بیشترین نیرو تحت محاصره و حمله قرار داد. خانه شخصی من در باغ شریفی، خانه عطا حاج محمودیان در دروازه دولاب منطقه متراب که با تعقیب شهید رسول مشکین فام به آن رسیده بود، و خانه برادر من در 27 متری خاتم که همان شب من به آنجا رفته بودم. یادآوری می کنم که مجاهد خلق محمد حیاتی مسئولیت خانه عطا را که حالا پایگاه محمد آقا شده بود به عهده داشت و هیچ کس از مرکزیت سازمان هم از آن اطلاع نداشت. من هم از این خانه بعداً در زندان مطلع شدم و به گفته محمد حیاتی آدرس این خانه را از همان ابتدای خرید فقط محمد و عطا می دانستند. شهید مشکین فام که از فلسطین آمده بود در این خانه بود. درست چند روز قبل از دستگیری 2 نفر از بچه‌ها که از خارج آمده بودند پس از بررسی‌های لازم امنیتی و اطمینان از سبز بودنشان به علت محدودیت‌هایی که در تعداد خانه‌ها وجود داشت به این خانه رفته بودند. و به این ترتیب ضربه ساواک به سازمان مجاهدین در سال 1350 به مرحله نهایی خودش رسید. ادامه کتاب رو در برنامه بعد مرور می‌کنیم.